جنگ بی صدای قرآن با صهیونیسم نفوذی در پیرامون اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله. یک، در سوره بقره از آیه 47 تا آیه 123 در ضمن 78 آیه 108 بار خطاب خداوند متعال متوجه صهیونیسم نفوذی است. به عبارت دیگر در آیات مذکور حاله خطاب و شعاع هشدار از شخص رسول خدا بیرون است، یعنی خداوند متعال وجود صهیونیسم را در پیرامون اصحاب رسول خدا حاضر تلقی کرده و فرموده شما شاخه ای از یهودیان کافر در صدد توطئه و کودتا و ایجاد انحراف در امت اسلامی هستید، و در 13 آیه اوایل سوره بقره فرموده شما هم با مسلمانان در تماسید و هم با شیاطین خودتان، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. دو، در سوره بقره آیه 120 فرمود خطر یهود معاند و رصد شما مسلمانان از سوی آنها در حدی جدی است که تا شما را وابسته خود نکنند و سران شما را نوکر خود نسازند دست بردار نخواهند بود. سه، در آیه 108 فرمود این شما صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستید که در خطر سقوط به دامن صهیونیست های گوساله پرست عصر حضرت موسی هستید. نباشد شما نیز پا به جای اصحاب موسی گذاشته، به جای اطاعت از هارون رسول خدا یعنی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام دنبال گوساله قریش بروی. اگر چنین کنید بدانید این راه راه کفر است. چهار، در تمام آیات زیل خداوند متعال به جای اینکه سخن خود را متوجه مسلمانان سازد یهودیان نفوذی را مخاطب قرار داده می‌فرماید هیچ خطری مسلمانان را به اندازه خطر شما صهیونیسم جهانی تهدید نمی‌کند. توجه کنید در آیه 47 4 ضمیر خطا، در آیه 48 1 ضمیر، در آیه 49 6 ضمیر، در آیه 50 4 ضمیر، در آیه 51 2 ضمیر، در آیه 52 3 ضمیر، در آیه 55 56 و 57 هر کدام 4 ضمیر، در آیه 61 1 ضمیر، در آیه 63 7 ضمیر، در آیه 64 3 ضمیر، در آیه 65 2 ضمیر، در آیه 72 4 ضمیر، در آیه 73 2 ضمیر، در آیه 74 2 ضمیر، در آیه 83 8 ضمیر، در آیه 84 9 ضمیر، در آیه 85 3 ضمیر، در آیه 87 5 ضمیر، در آیه 91 2 ضمیر، در آیه 92 3 ضمیر، در آیه 93 6 ضمیر، در آیه 94 3 ضمیر، در آیه 122 4 ضمیر، و در آیه 123 1 ضمیر خطاب به یهود متوجه است. اما علارغم 108 بار هشدار قرآن با به خلافت رسیدن سه خلیفه اول، 14 تفسیر نخست قرآن توسط عمال یهود تدوین گردید و ثابت شد اگر امام از طرف رسول خدا تعیین نشود، حسبنا کتاب الله راهی است به سوی تسلط صهیونیسم بین المللی بر سرنوشت مسلمانان جهان. لذا باید خواند مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.